سرخط خبرها، وقوع سه انفجار پیهم در مرکز بلخ، 9 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. انفجار در شهر کابل 6 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. و در پایان بزرگترین عملیات نظامی تاریخ در شمال شروع شد. مشروع خبرها. منابع محلی در ولایت بلخ میگویند که در نتیجه انفجارهای پیهم در شهر مزار شریف دست کم 9 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. سه انفجار پیهم عصر روز چهارشنبه 4 جوزا در موترهای مسافربری در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رخ داد. منابع مردمی بر روزنامه 8 صبح میگویند که انفجار نخست یک موتر تونس را در مربوطات ناحیه پنجم شهر مزار شریف هدف قرار داد که بیشتر سرنشینان آن جان باختند. دو نفر دیگر در دو موتر فلانکو در منطقه کارته آریانا از مربوطات حوزه دهم شهر مزار شریف رخ داد. هرچند آمار دقیق از تلفات این رویدادها روشن نیست، اما منابع مردمی میگویند که تلفات بیش از چیزی است که طالبان میگویند. تصاویر منتشر شده اجساد را نشان میدهد که در کنار موتر منفجر شده افتیدند. انفجار در شهر کابل 6 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. 8 صبح کابل. شامگاه روز چهارشنبه 4 جوزا صدای یک انفجار مهیب در شهر کابل شنیده شد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان برای کابل با تایید این انفجار گفته است که این رویداد در چارای ترافیک از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل در داخل مسجد حضرت زکریا صورت گرفته است. به گفته او این رویداد ناشی از انفجار مواد انفجاری جابجا شده در منبر این مسجد بوده است. زدران گفته است که در این رویداد دو تن به گونه سطحی زخم برداشتند، اما منابع مردمی به روزنامه 8 صبح میگویند که دست کم 6 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال شفاخانه امرجنسی گفته است که 22 زخمی و 6 کشته به این شفاخانه انتقال داده شدند. این در حالی است که دست کم 3 انفجار دیگر در شهر مزار شریف نیز رخ داده است. هنوز معلومات دقیق در مورد نوعیت انفجار و آمار تلفات برخواسته از آن در دست نیست. به نقل از فیسبوک فرمانده خالد امیری، بسم الله الرحمن الرحیم، تلفات دشمن در نبرد 3 ساعته چمال ورود به 25 تن رسید. دشمن از ساحه جنگ عقب نشینی نموده است. همچنین یک رنجر طالبان در پنجشیر آماج ماین کنار جاده قرار گرفت. 8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که یک اراده رنجر طالبان در این ولایت آماج انفجار ماین کنار جاده قرار گرفته است. با گفته منابع این رویداد روز سه‌شنبه 3 جوزا در منطقه آستانه ولسوالی بازارک به وقوع پیوسته است. منابع تصریح میکنند که در پی این رویداد به طالبان تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن تا کنون روشن نیست. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. هرچند تا کنون گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، اما عامل بیشتر حمله ها بر طالبان به ویژه ولایت پنجشیر جبهه مقاومت ملی عنوان می شود. گروه طالبان باید تبدیل به حزب سیاسی شود. 8 صبح کابل. اگر گروه طالبان نمی خواهند که افغانستان جولانگای ابدی جنگ و تفنگ و خون و خرابی باشد، باید تبدیل به حزب سیاسی باشد. با فعالیت در چارچوب قانون، افغانستان دارای نظام مشروع نیست، زیرا سیطره از راه تفنگ برای کس مشروعیت نمی آورد و چنین نظامی را نه مردم به رسمیت می شناسد نه جهان. تکثر و متشکل از دیدگاه های مختلف طبیعی است که حزب یا گروه دارای دیدگاه های محافظه‌کارانه باشد و ها حتی نظرات به شدت عقب مانده و شهروندان جامعه با هر طرز تفکر حق دارند در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند، دیدگاه های خود را تبلیغ کنند و بر تعداد های مسلمت‌آمیز بیفزایند. این امر به تنهایی خود سبب پیدایش خشونت و بحران نیست. بحران از جای شروع می شود که یکی از این گروه ها از هر طیف و از هر قومی که باشد تصمیم بگیرد که با زور و خشونت بر تمام یک قلمرو فرمان براند و خواست خود را
جبرن بر همگان بقبولانند. چون این کار به معنای حذف و محو همه گروه های دیگر است که قطعا به جنگ و خشونت منتهی می شود. زندگی در وضعیت جنگی برای هر گروه و با هر انگیزه ای که باشد به گذشت ژرف از جامعه و کم کردن زبان تفاهم می انجامد. سربازان و جنگجویان چنین گروه های به خشونت اونس گرفته، تعادل روانی خود را از دست داده و نیاز شدید پیدا می کنند که برای آماده شدن به زندگی مسالمت آمیز مدنی زیر مراقبت های ویژه و برنامه های بازپروری قرار بگیرند. تبدیل شدن یک گروه جنگی به حزب مدنی که مردم را با زبان عقل و استدلال به طرحهایش اقناع کند روند دیرپا است، اما ناممکن نیست. این در حقیقت برای آن گروه تولد دیگر است، همراه با دردهایی که لازمه هر زایمان جدید است. دیگر گروه ها وظیفه دارند که از این تحول استقبال کرده و برای تسهیل آن تلاش کنند. شدن آنان یگانه راه دست کشیدن دیگر گروه ها از فعالیت های جنگی است. همان گونه که اصرار این گروه بر هویت جنگ طلبانه سبب پیدایش گروه های جنگی بیشتر می شود. اگر طالبان می خواهند که مردم با آنان آشتی کنند، آنان نیز باید گام راستین برای آوردن صلح و ثبات بردارند. راه درست این کار دست کشیدن از جنگ و روی آوردن به سیاست است. سازمان ملل و کشورهای منطقه باید هم متمرکز خود را بر این تحول کلی بگذارند. طالبان تنها در قالب حزب سیاسی برای مردم افغانستان قابل پذیرش خواهند بود، نه در هیئت گروهی جنگی.